صبحتان بخیر شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین و خدا کنه لحظات خوب را تا این دم تجربه کرده باشین. در این لحظات برنامه هم مهمان خیلی عزیز ویژه و خاص با ما است. اگرچه بخش ما خاص و ویژه نیست ولی مهمان ما با حضورشان این بخش برنامه را کاملا ویژه ساختن. کیمیا جان یوسفی ورزشکار ما از رشته اتلتیک یا در رشته دوش که اینا در مسابقات المپیک 2020 توکیو شرکت کرده بودند و یگانه بانویی که از افغانستان حضور پررنگشان را در این مسابقات داشتند و افتخار ما و همه مردم افغانستان هستند. اگرچه تولدشان در اصلا از ولایت زیبای قندهار هستند ولی تولدشان در کشور ایران شده ولی با آن هم تلاش خود را انجام دادند تا یکی از افغانستان نمایندگی بکنن. کیمیا جان یوسفی سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام، تشکر از دعوت شما به برنامه و سلام به تمام بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، صبحتان بخیر. سلامت باشی، بسیار خوشحال هستیم از اینکه خودت امروز در برنامه صبح زندگی با خود داریم. مطمئنن که مسابقات خودت را همه هموطنان عزیز ما با شور و هیجان تماشا میکردن و بسیار افتخار میکردیم که خودت را میدیدیم، بسیار زیاد زیبا درخشیدی. چقدر وقت بعد به افغانستان خودت برگشتی و شهر کابل آمدی؟ من از مسابقات جاکارتا اندونزی سال 2018 دیگه افغانستان نیومدم و به ایران بودم مشهد. آها، صرف یک بار به افغانستان آمده بودی؟ نه خیر، من زیاد آمدم، من حسابش به دستم نیست. از سال 2016 که با عضو تیم ملی شدم دائم به رفت آمد بودم، افغانستان می آمدم و برمیگشتم. بسیار خب، حتما دیگه پشت افغانستان دقام آورده بودی؟ خیلی زیاد، بله. اون لحظه که به فرودگاه و داخل هواپیما که با ما گفتن که به فرودگاه حامد کرزی وارد شدم، انقدر خوشحال شدم که واقعا اشک شوق ریختم. بعد از 3 سال برگشتم. واقعا هر کسی که در دیار غربت باشد دور از وطن طبعاً که پشت کشورش خیلی دق میشه. و این چند روزی که در افغانستان شهر کابل هستی چطور برات سپری شده؟ خب ما 3 روز میشه که برگشتیم، روز چهارشنبه رسیدم. روزی که رسیدم واقعا خدا رو شکر کردم که دوباره تانستم با کشورم نفس بکشم. واقعا خاک ما، خون ما از همین کشور است، ما جانم به همین کشور میدم. آها، سلامت باشی. خب کیمیا جان، صحبت ها اگرچه بسیار زیاد است، خوب است بیایم روی اصل صحبت ما و شما که در رابطه با مسابقات توکیو هست. خودت اشتراک و حضور داشتن در مسابقات المپیک توکیو 2020 را چگونه دیدی و چطور بر خودت سپری شد؟ خب اشتراک به مسابقه بر ما مهم نبود، بر ما نتیجه گرفتنش مهم بود. خب میدان میدان بزرگی، تمام ورزشکارای دنیا، تمام بهترینای دنیا میان، از هر کشور بهترین ورزشکارای خود میان بر میدان مسابقه و یک رقابت فوق العاده هیجان انگیزه که بیشتر از لحاظ بدنی روحی آدم درگیر میکنه، چون بعد خیلی بتانی تحمل کنی اون شرایط در کنار قهرمانای جهان که یک نتیجه خوب رو کسب کنیم. دقیقاً. خب طبعاً که تمامی ورزشکارا آمادگی های خاص می داشته باشن، حتی مثلا قبل از اینکه مسابقات برگزار شود 3 سال یا 4 سال قبل کاملاً خودشان را آماده می سازن، آمادگی می گیرن تا حضور پیدا بکنن. فکر می کنم وقت خودت هم خیلی خیلی محدود و کم بود و دیرتر بر خودت احوال رسید که 1 ماه تقریباً به مسابقات مانده بود. چطور تانستی در این مدت 1 ماه آمادگی بگیری و در این مسابقات اشتراک بکنی؟ خب من از قبلم تمرین داشتم دائما، من کل وقتم از وقتی که با تیم ملی آمدم صرف ورزش و تمرین شده. مگم 1 ماه قبل به من احوال دادن، البته ایران بگم که از فدراسیون جهانی دیر احوال دادن به ما که ما میتونیم یک دان دختر را داشته باشیم و دقایق آخر بود. به من خاطر نشد که پلان قبل تر بر من داشته باشن کمیته ملی المپیک و فدراسیون ما. خیلی دیر از فدراسیون جهانی به فدراسیون احوال دادن و اونم متاسفانه دیرتر با ما همون موقع با ما احوال دادن. خب بازم دیر بود، با مو فاصله 1 ماه ما تمرین خود ادامه دادم، چون قبلش هم تمرین داشتم، سعی کردم از لحاظ روحی خیلی خود آماده کنم. زیاد دوستان به ما میگفتن که تو خیلی جرأت میخوای که کنار ورزشکارا پا به میدان بمانی، به یک خط استارت بزنی و امروز هم مسابقه کنی، آفرین به جرأتت. ولی من خیلی خود سعی کردم که آمادگی داشته باشم یک نتیجه خوب کسب کنم
و متاسفانه که نشد. ولی با تمام سعی و تلاش و کوشش نهایی خودت تلاش را انجام دادی که با تمام امی حرفا و گپای مردم مقابله بکنی و با انگیزه وارد میدان مسابقه شوی. با آن هم بسیار زیاد خوشحال بودیم از اینکه خودت حضور پررنگ داشتی در چنین مسابقات. خودت در صحبتهایتان با رسانه های مختلف گفته بودی که نتیجه مسابقه بر من مهم است، نه حضور یافتن در مسابقات المپیک. حالا بر ما بگو که از دید خودت چی سبب شد که خودت نتونی به مرحله بعدی را پیدا بکنی؟ تمریناتی که داشتم و نتایجی که با تمرین کسب میشد، چون دویش یک رشته تایمه، مشخص میشه که تو حال بدنت و سرعتت به چه حالت است و هم مربی که همراه ما بود مطمئن بودیم که یک نتیجه شگفت انگیز برای این مسابقه میگیرم و من خودم مطمئن بودم، حتی پشت خط هم زمانی که اسم من خواندن من گفتم انشاءالله بعد از این صدمتی که طی کنم یک اتفاق خیلی قشنگ بر ورزش کشورم، بر ورزش اتلتیک میشه. ولی خب نشد. همی که توانستم دوباره رکورد بزنم و به افغانستان یک رکورد جدید ثبت کنم باعث افتخارم. بله واقعا همه هموطنان عزیز ما خوشحال بودن و خوشحال هستن از اینکه خودت حداقل توانستی در این مسابقات یگانه بانوی باشی که از افغانستان کشور عزیزمان نمایندگی بکنی و در مدت بسیار زیاد کم آمادگی تر داشته باشی. خب کیمیا جان بر ما بگو که دید خودت و نظر خودت در مورد مسابقات المپیک آینده و سالهای بعد چه هست؟ دید خودم، خب ما یک ورزشکارم، تنها چیزی که از دست ما برمه فقط تمرینه. چیزی که از ریوم به این سمت ما انجام دادم، چیزی که به عهده ما بود ما کاملا انجام دادم. باید ببینیم که مسئولین ورزش برای المپیک بعدی پاریس 2024 چی پلان دارن. امیدوارم که پلانشان خیلی قوی تر و جدی تر باشه تا بتانیم یک نتیجه خوب را کسب کنه. ما هر چقدرم که با تمرین رکورد خوب بیایم یک زمان پایینر ثبت کنم با مسابقه او چیز نمیشه، چون حمایت میخوای، باید ورزشکار زیاد میدان ببینه، زیاد مسابقه بده. من از سال 2018 هیچ مسابقه صدمت شرکت نکرده بودم، یعنی بعد از 3 سال من دوباره رفتم پشت خط المپیک که بزرگترین میدان جهانه. خب باید پلانه خاص در نظر بگیرن، با ورزشکار المپیک برنامه خاص باشه تا بتانیم یک نتیجه خوب را کسب کنیم. کسب ما مصاحبه های دیگه ورزشکارا رو میدیدم یا مسئولین که در مورد ورزش کشور داشتن یک حرفایی میشد، یک انتقادایی میشد که ورزشکارای ما نمیتونن سهمیه بگیرن یا میتونن خودشان نمیخوان، که حرفای خیلی جالب بود. ولی کسب سهمیه دور نیست، چه حتی در رشته اتلتیک، ولی غیر ممکن نیست، ممکنه، ولی خیلی پلان میخواد، خیلی زحمت میخواد که به تنهایی به ورزشکار نمیشه. چیزی که وظیفه ما بود انجام دادم، تمرین که وظیفه ما بود انجام دادم، ولی خب چیزی که حمایتی که باید میشدم نداشتم. دقیقاً در کنار از اینکه خودت تمرین کردی، سخت تلاش تا انجام دادی، بعض شرایط دیگه هم هست که اونم میتونست خودت کمک بکنه تا بهتر خوبتر بدرخشی. فرصت ما خیلی محدود است که میاجان یوسفی، بسیار زیاد خوشحال شدیم از اینکه خودت امروز در برنامه داشتیم. ان شاء الله که در مسابقات المپیک بعدی خودت بتانی به مراحل نهایی همراه پیدا بکنی. حالا مگر گفتنی داری بر هموطنان ما در افغانستان یا هموطنان ما که در کشور ایران هستن یا سایر کشورها مهاجر، میشه از خودت پیامت بشنویم؟ پیام ما با کدوم دربین میشه نگاه کمریتان؟ بله پیام ما با هموطنانم ای از بخصوص دخترها که هدف دارن، رویای دارن، دنبال کنن، حتما بهش دست پیدا میکنن. و شرایط کشور ما شرایط سختیه و از مردم میخوام که هر چند کوچیک به هر عرصه که هستن بر رشد پیشرفت کشور ما کمک کنن، چه هموطنانم که داخل کشورن، چه عزیزایی که با توجه به شرایطشان مجبور شدن کشور ترک کنن. از اونا میخوام که هر چند کوچیک به هر عرصه که هستن و آبادی وطن ما کمک کنن. سلامت باشی. بازم یک دنیا تشکر میکنم کیمیا جان عزیز از حضور در برنامه صبح و زندگی. وقت و لحظات خوب و خوش برات میخوایم. مواظب خودت باش. تشکر از دعوت شما. از شما هم قلبا سپاس هموطنان عزیز که ما را تنها نگذاشتین و بیننده صبح و زندگی هستین. فعلا فرصت رسیده به گزارش زنده از گزارشگر برنامه همایون افغان که در نزدیکی لیسه حبیبی شهر کابل است. با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.
سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.